آیا می دانستید بزهای محلی وجود دارند که به بزهای قش کننده معروف هستند؟ اما آیا واقعاً آنها قش می کنند؟ در واقع این بزها واقعاً قش نمی کنند، اما به بزهای قش کننده معروف شدند. خب پس اگر قش نمی کنند، دقیقاً چه اتفاقی برای بدنشان می افتد؟ در ادامه این برنامه از دلیل قش کردن این بزها و رازهای جالب درباره بزهای قش کننده خواهیم گفت. عامل اصلی این حالت در بزهای قش کننده ترس و سرماست. این نوع از بزهای محلی به دلایل بیولوژیک که شبیه به حالت قش کردن است روی زمین می افتند. از بیرون احساس می کنید که آنها از حال رفتن، اما در واقع عضلات بز سفت می شوند. زمانی که عضلات سفت می شوند، بز نمی تواند به سرعت خودش را ریلکس کند و در نتیجه روی زمین می افتند. بز به طور کامل در این شرایط از محیط اطراف آگاهی دارد و می داند که چه اتفاقی می افتند. اما در یک وضعیتی است که کنترل بدن خودش را ندارد. به همین دلیل این سفتی موقت ماهیچه یک اختلال ژنتیکی در این بزها محسوب می شود. مغز بز از لحاظ ژنتیکی سیگنالی را به چشم و گوش ارسال می کند. این سیگنال پاسخ جنگ را صادر می کند و زمانی است که مغز تصمیم می گیرد یا در جای خود باقی بماند و یا فرار کند. این تصمیم گیری معمولا بین 5 تا 20 ثانیه زمان می برد. زمانی که این اتفاق می افتد، بز بعد از این مدت زمان آرام می شود و می تواند از محل خطر فرار کند. زمانی که به شدت احساس وحشت کند و یا بیش از حد در معرض سرما قرار بگیرد، از این وضعیت رنج می برد. هیچ احساس دردی هم نمی کند، اما این اتفاق برایش می افتد و این در زندگی بزها کاملا نرمال است. آیا همه بزهای قش کننده این حالت را دارند؟ همه بزهای قش کننده این وضعیت را به شکل یکسان تجربه نمی کنند. ممکن است شرایط بزهای مختلف با یکدیگر بر اساس سن، آب، آمینو اسید و غیره در بدن آنها متفاوت باشد. زمانی که بز به سن بلوغ می رسد، این تجربه کمتر از سنین پایین تر برای او اتفاق می افتد، چون بیشتر از آن خبر دارد. در نتیجه می تواند سازگاری با محیط ایجاد کند و کمتر از چیزهای اطراف خود بترسد. رازهای خواندنی دیگر در مورد بزهای قش کننده. این بزها معمولاً سیاه و سفید هستند، اما ترکیب‌های رنگی دیگری هم در آنها به چشم می‌خورد. آنها معمولاً چشم‌های بزرگی دارند و موهایشان کوتاه یا گاهی بلند است. این بزها معمولاً از درخت مو و بوته‌ها تغذیه می‌کنند. آنها معمولاً غذاها را از طریق مزه تشخیص می‌دهند. این حیوانات بسیار اجتماعی هستند و می‌توانند با انسان‌ها هم ارتباط برقرار کنند. این بزها باهوش هستند و می‌توانند پازل‌های آسان را حل کنند و همچنین تا سن 8 سالگی عمر می‌کنند. انسان‌ها و بزهای قش کننده. بزهای قش کننده در کل جهان وجود دارند، اما سال 1880 در تنسی یافت شدند. بنابراین به بزهای تنسی معروف هستند. تعداد زیادی از آنها هم در آمریکا باقی مانده است. 10,000 از این که 10,000 از این بزها در جهان وجود دارد. از این بزها به دلیل گوشتشان نگهداری نمی کنند، بلکه نسل آنها را به خاطر شرایط منحصر به فردی که دارند ادامه می دهند. مراقبت کردن از آنها راحت است و خوشبختانه سایز کوچکی دارند و دوست داشتنی هستند. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.